توهین دولاغنی از سوی رئیس مجلس. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چینل وان سمارت. امید داریم که ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نکنید. خبرگزاری افق می نویسد رئیس مجلس نمایندگان در واکنش به سخنان اخیر لولاغنی درباره تبدیل پارلمان به بازار معامله گفت. که متاسفانه بانوی اول کشور به جای رعایت قلمرو و صلاحیت های قوه و احترام به اداره صاحبان اصلی حاکمیت، به حرمتی و توهین نابخشودنی را مرتکب شده است. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز دوشنبه اول جدی این نهاد گفت رای دادن و رای ندادن حق هر نماینده مردم است که به افراد واجد شرایط داده می شود. بنابراین هیچ کس یا مقامی حق ندارد که این آزادی را سلب و یا به دلیل آن به نماینده گی توهین کند. با گفته او نامزدهایی که واجد شرایط ریاست و یا وزارت نبودند به هیچ عنوان حق و مشروعیت انجام وظیفه را ندارند و نیز هیچ کسی به آنان چنین مشروعیتی را دادن نمیتواند. افزود که بخصوص خانم رئیس جمهور که جایگاه حقوقیشان در هیچ سند روشن نیست، آقای رحمانی تصریح کرد مجلس نمایندگان اجازه نمی دهد که اشخاص غیر مسئول و یا مجهول الوحیه به مسئولیت و اراده نمایندگان مردم توهین کند. رئیس جمهور باید هرچه زودتر افراد واجد شرایط را جهت کسب رای اعتماد نمایندگان به مجلس معرفی کند. رولاغنی بانوی اول کشور اخیراً پارلمان را میدان خرید و فروش رای خوانده و گفته بود که نامزد وزیران زن که از مجلس رای اعتماد نگرفتند و کارشان ادامه می دهند. این اظهارات با واکنش تند نمایندگان مجلس روبرو شده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشین. خداوند حافظ و نگهدار شما باشد. Chat.